أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و سلسله درسای اسما و صفات الله سبحانه و تعالی امروز درس دهم هست و در این نشست اسم الله سبحانه و تعالی که المحیمن است ایرا مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. علما و مفسرین المحیمن چندین معنا کردین. یکی از معناهایش بالا هسته، یعنی بسیار بالا و برتر. دوم نگهبان، سوم شاهد، چهارم the guardian. guardian به خاطر از انگلیسی گفتم که چون معمولا بسیاری لغات در انگلیسی و یا در فارسی میتونه معناهای زیاد در بر داشته باشه. guardian معناهای بسیار زیاد میتونه در بر داشته باشه. مثلا در حقوق هم این کلمه زیاد استفاده میشه، legal guardian، کسایی که مثلا ناتوان هستن هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ جسمی، یک کس دیگه برشان legal guardian تعیین میشه، در مسائل قانونی از اونا دفاع میکنه و حقوقشان از حقوقشان میخواه، نمیخواه که حقوقشان پامال شوه، نه مدافعشان میباشه. این لفظه و این اسمه the guardian هم ترجمه میکنن در انگلیسی. خود از این اسم در قرآن عظیمشان دو بار استفاده شده. یک بار در سوره الحشر که به مو ترتیب تا هنوز آمدیم و اسمایی که در اوج به ترتیب آمده مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم، یک بار دیگه به عنوان نکیره آمده و در سوره مائده در آیت 48 در اوج به عنوان نگهبان و شاهد استفاده شده به شکل نکیره، یعنی الف لام نداره و راجع میشه به قرآن. به این معنا که الله سبحانه و تعالی چون این اسم الله هست، المحیمن با الف لام شروع میشه، همین کلمه را الله سبحانه و تعالی در سوره مائده در آیت 48 راجع به قرآن استفاده میکنه. در اوج محیمنن هست که نکیره هسته. اما علما و مفسرین میگن چرا قرآن الله سبحانه و تعالی با اسمی که مربوط الله سبحانه و تعالی هسته قرآن هم با اون اسم یاد کرده، تنها تفاوتش این هسته که الف لام نداره در اول کلمه. پنج مسئله را بیان میکنن که قرآن عظیم شان چرا به این اسم هم یاد شده. اول چون وقت یکی از معناهایی که کردیم المحیمن بالا برتر، قرآن برتری پیدا کرده و الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شانه که آخرین کتاب هست بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، نسبت به کتب قبلی این قرآن حفظ کرده. این برتری قرآن هست که قرآن از تعریف و تغییر در امن هسته و در امان هسته. الله سبحانه و تعالی این کتاب جاوید که تا آخر زمان این کتاب موجود می باشه و برای هدایت بشریت این کتاب موجود هست و هیچ گونه تغییر و دسترسی هیچ کسی نمیتونه در قرآن بکنه، چون ضمانتش الله سبحانه و تعالی کرده. به این منظور این قرآن محیمن هم در یاد شده، یعنی الله سبحانه و تعالی ایره محیمن گفته، یعنی برتر هستن نسبت به تورات، برتر هستن نسبت به انجیل، برتر هستن نسبت به زبور. چون ما میفهمیم که کتب قبلی دست خورد و منسوخ شد و تغییراتی در او آوردن. به طور مثال در تورات، در کتاب پیدایش یا انگلیسی Book of Genesis، در اوج الله سبحانه و تعالی وقتی که از خلقت آسمان ها و زمین
بیان میکنه که آسمان ها و زمین ساخت در شش روز و در روز هفتم در روز کلمه استراحت آمده که خدا استراحت کرد. وی میفهمیم که صفت الله سبحانه و تعالی نیست که استراحت بکنه. بنان معلوم میشه که این کتاب دست خورده یا ای که داود علیه السلام با الله سبحانه و تعالی پهلوانی میکنه در تورات آمده. این تعریف هایی هست که در تورات و در انجیل آمده، از او خاطر قرآن برتری پیدا کرده نسبت به تورات و انجیل. اما عقیده و باور مسلمان ها و مؤمنین هست تورات اصلی و انجیل اصلی که بر موسی علیه السلام و بر عیسی علیه السلام نازل شده بود، بر از او مؤمنین باید ایمان داشته باشند. امو آمنتو بالله و ملائکتی و کتوبهی که یکی از ارکان ایمان هسته. دوم، قرآن شاهد اعمال انسان ها هست. بسیاری وقتا قرآن سبب میشه که انسان در پردگاه نابودی قرار بگیره و قرآن بر شهادت بته، بر نافرمانیش، بر عمل نکردنش به قرآن. مثلا یک نفری که قرآن در حافظه خود داره یا در سینه خود داره، برعکس قرآن وقتی که عمل بکنه بدون شک در آخرت خود قرآن شاهد میشه برازی، و اگر کار نیک هم بکنه قرآن شاهد میشه برش در روز آخرت. سوم، که تصدیق کننده حق و باطل هست، که قرآن تصدیق میکنه. داستان هایی که در تورات و در انجیل هسته با تغییرات جزئی هم در قرآن عظیم شان هست. مثلا از آدم علیه السلام در تورات آمده، در قرآن هم از آدم علیه السلام آمده. دیگه پیامبرا در تورات و در انجیل ازشان یاد شده، در قرآن هم یاد شده، اما حقیقتش قرآن تصدیق میکنه، چون تورات تعریف شده قابل اعتماد نیست. تصدیق کننده پیامبرا هست، تصدیق کننده کتب که روان شده بود هست، اما از او کتب باید انسان پیروی نکنه چون اونا تعریف شده. از او خاطر ای قرآن تصدیق کننده هست، تصدیق کننده کتبی که قبل از پیامبر اسلام بود، مثل تورات، انجیل، زبور که اشاره کردیم. چهارم، که میزان حق و باطل هست. چگونه یک نفر میتونه حق و باطل تفکیک بکنه؟ تنها با وسیله قرآن میتونه حق و باطل مشخص بسازه. از مو خاطرم هست که در امورات دولتی و در امورات شخصی و اجتماعی و سیاسی هرگاه مشکلات ایجاد میشه و نزاع پیدا میشه و مسائل مغلق و پیچیده میشه، راه حصولیشی است که به قرآن و سنت پیامبر اسلام مردم مراجعه بکنه، چون قرآن میزان حق و باطل هسته. حق و باطل قرآن مشخص میسازه. و پنجم، که مهیمن گفته شده قرآن، و خاطر که قرآن حفاظت میکنه انسان، حفاظت از شر شیطان و حفاظت از نفس. قرآن برای انسان ای توانمندی ها را میده که انسان وسوسه های شیطان را درک بکنه، گام های شیطان را درک بکنه و وسوسه های باطنی خود هم تشخیص بده، که وسوسه ای که بر ما پیدا شد به طور مثال این وسوسه شیطانی هست یا وسوسه نفس هست. بسیاری وقتا اگر بصیرت پیدا شوه و انسان متقی و پرهیزگار شوه، به قرآن چنگ بزنه، مفاهیم قرآن را درک بکنه و همیشه دوست و یاور قرآن باشه و همیشه قرآن مطالعه بکنه و تفاسیر مطالعه بکنه، در آیات قرآن عظیم شان تفکر تعقل بکنه، برش امی بصیرت پیدا میشه که وسوسه ها را میتونه تشخیص بکنه که آیا وسوسه های شیطان هسته یا وسوسه های نفس هسته. در سایر قضی نشست میگیریم چی هست و اسم المهیمن بالای ما چی حسر داره، چون بار بار گفتیم که الله سبحانه و تعالی ای اسما را که یاد کرده تنها به خاطر معرفت نیست که معرفت حاصل شود. یکی از موضوعات عمده و حساسی هست که معرفت حاصل شود، اما مسائل مهمتر از این هم موجود هست که انسان وقتی که معرفت حاصل کرد چگونه ای اسمای الله سبحانه و تعالی را در زندگی خود میتونه عملی بکنه. به طور مثال امی اسم الله سبحانه و تعالی المهیمن چگونه میتونه در زندگی یک مسلمان نقش داشته باشه؟ اول،
چون گفتیم که معنای المهیمن شاهد هسته، شاهد کسی که همه چیز میبینه. الله سبحانه و تعالی شاهد هسته، شاهد ملکوت آسمان ها. هر آن چیزی که در آسمان ها و در زمین اتفاق میفته به اندازه ذره هم اگر باشه، الله سبحانه و تعالی از او با خبر هست و شاهدش هست. شاهد تمام موجودات و مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هسته، الله سبحانه و تعالی هسته، نگهبانشان هست. بنان درسی را که ما میگیریم و هست چگونه از این استفاده بکنیم در زندگی خود، که ما اعمال خود متوجه باشیم که الله سبحانه و تعالی اعمال ما را پیوسته شاهدش هست. به طور مثال اگر یک نفر، ولو اگر آدم بدکاره باشه، در یک جایی که کمره هسته نمیتونه کار بد انجام بده، و در یک جایی که پلیس هسته نمیتونه در برابر پلیس یک کار بد انجام بده. ولله المثل الاعلی، یعنی بهترین مثال ها بر الله سبحانه و تعالی زیبنده هسته. چون این مثال ها را میزنیم که در ذهن ما مسائل نزدیک شوه. یکی از علما بسیار یک جمله مقبول گفتن نسبت به کسایی که از الله سبحانه و تعالی نمیترسن، از قوانین و از پلیس و از کمره میترسن. او بسیار یک جمله جالب میگه، میگه اگر به می اندازه که انسان های که ضعف ایمان دارن از پلیس و از کمره میترسن، اگر به می اندازه از الله سبحانه و تعالی میترسیدن، در این زمان در این شرایط اینا را میتونست آدم بگه که اینا خدا ترس کامل هستن. اگر این اعتقاد و باور بر انسان پیدا شوه که المهیمن مرا میبینه و از اعمال ما با خبر هست، شاهد اعمال ما هسته، این میتونه در گفتار خود، در رفتار خود تغییرات بیاره. و اعتقاد و باور بر از این اسم الله سبحانه و تعالی المهیمن میتونه بسیار بدی ها را از انسان دور بسازه. دوم، که المهیمن یکی از معناهای دیگهش نگهبان هسته. وقتی که الله سبحانه و تعالی که خالق جهان هستی هست، قدرتمند هست، بزرگ هست، اگر او خالق نگهبانی بکنه، کی میتونه بر انسان ضرر برسانه؟ در حقیقت الله سبحانه و تعالی خالق ما هست، نگهبان ما هست. بنان ای اسم میتونه بر توکل انسان، بر آرامش باطن انسان هم حسرات بسیار مثبتی را ایجاد بکنه. سوم، درک عمیق از ای اسم الله سبحانه و تعالی المهیمن میتونه انسان به مقام احسان ببره. ما میفهمیم که در حدیث جبرائیل مقام احسان مقامی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده که یک نفر الله سبحانه و تعالی را، یک مسلمان الله سبحانه و تعالی را چنان عبادت بکنه که گویا الله سبحانه و تعالی را میبینه. این مقام احسان هسته. ارگاه ای اسم الله سبحانه و تعالی را المهیمنه، یک نفر در زندگی خود یعنی تطبیق بکنه و اعتقاد و باور پیدا بکنه به این اسم، این انسان میتونه در مقام احسان ببریشه. مقام احسان ای است که یعنی الله سبحانه و تعالی را در بزرگیش، عظمتش 24 ساعت در ذهن خود ای زنده نگاه میکنه و اعمال ناشایسته از پیش سر نمیزنه، و اگر سر هم بزنه دفتن توبه میکنه و استغفار میکنه. و چهارم درسی را که میگیریم از این اسم که در زندگی ما قابل عملی باشه، که بر قلب هم بعضی وقتا افکار منفی پیدا میشه. اگر این افکار جلوگیری نشه، منجر به عمل بد میشه. هر عمل بد از فکر پیدا میشه. اول فکر میشه، در مغز یک برنامه پیدا میشه، فکر پیدا میشه که برنامه و فکری که در مغز پیدا میشه برنامه های شیطانی میتونه باشه، یا افکار شیطانی میتونه باشه، یا وسوسه های نفس میتونه باشه. و اگر جلوگیری نشد، در نطفه خونسا نشد، در مغز خونسا نشد، این جنبه عملی پیدا میکنه. هر عمل زشتی که از یک نفر سر میزنه، استثناءات هست که یک نفر بدون پلان یک عمل زشت از سر میزنه، اما معمولا دزدی و زنا و اعمال بد دیگه زشتی که از انسان ها سر میزنه، این قبلا پلان میشه، بعدا این در فکر پیدا میشه، بعدا جنبه عملی پیدا میکنه.
هرگاه اسم المحیمن توسط قلب درک شوه و ای در قلب انسان چنگ بزنه ای اسم المحیمن، افکاری که در ذهن پیدا میشه اوتومات همی اعتقاد باور که الله سبحانه و تعالی المحیمن مرا میبینه و نگهبان هست و گاردین هسته، دی گاردین، این مرا میبینه، این افکار اوتومات از ذهن برطرف میشه. و درس آخر که متابعت از المحیمن سبب نگهبانی از بلاها در روی زمین میشه که بلاهای مختلف انسان تهدید میکنه در زمین. هر لحظه انسان امکان داره که با یک مصیبت، با یک مشکل در زمین گرفتار شوه. و یا ای که در آخرت هم این انسان میتونه المحیمن که الله سبحانه و تعالی هست از آتش جهنم حفظش بکنه. نگهبان یعنی حافظ، حفظ کردن، نگهبانی کردن. وقتی که الله سبحانه و تعالی را ما پرستش بکنیم آنچنانی که لازم هسته و اسما و صفاتش اعتقاد و باور پیدا بکنیم، هم در دنیا میتونه از ما نگهبانی بکنه و بر ما که ضرر رسانده نتونه، و هم در آخرت از آتش جهنم ما را میتونه حفظ بکنه. و این توانمندی را الله سبحانه و تعالی داره و توسط اعتقاد و باور به می اسم الله سبحانه و تعالی که المحیمن هسته، ای نسبت به ما ای اسم تحقق پیدا میکنه. ای بود صحبتی که راجع به اسم المحیمن خدمت دوستا و عزیزا تقدیم شد. تا دیدار بعد و برنامه بعد، شما دوستا و عزیزا را و الله سبحانه و تعالی می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.